برو آنچرا که گفتم به رشته تحریر درآور. من نزدیک سحر برمیگردم. و به خود گفتم چون این پیامبر بزرگ و شخصیت نادر تاریخی باید ضرورتاً از خانواده‌ای متشخص باشد. منظورم از تشخص سلسله و نسب پاکدامنی و پیامبری است و نه پادشاهی. پس مسیحا از خاندان پیامبران یهود باید باشد. این بار اول است که من چنین چیزی درباره مسیحا میشنوم. چرا باید پیامبر آینده از خاندان پیامبران ما قبل باشد؟ علت این است که پیامبران واسطه فیض خداوند به عالم هستند، یعنی همه آنها در یک سلسله طولی به صادر نخستین میرسند که آن نقطه عطف عالم است و آن نفس پیامبر آخر الزمان است که همه منتظر ظهور او هستیم، که او آخرین فرستاده خداوند بر روی زمین خواهد بود. یعنی شما میگویید مسیحا از نواده های داوود پیامبر است؟ ببینید چقدر ساده است. به جای این همه محاسبات پیچیده علمی و نجومی، ما بهتر بود مستقیم به در خانه داوود می رفتیم. چیزی که از چشمان بیشتر مردم پنهان مانده است. آیا در یهودیه از خاندان داوود زیادند؟ خیر، محدود هستند. در میان آنان زنی هست که باردار باشد؟ نمی دانم، من از کجا بدانم؟ آیا در اورشلیم زنی را می شناسید که دارای صفات پسندیده مادر یک پیامبر باشد؟ آیا هیچ زن استثنایی در آنجا زندگی می کند که از تمام زنان اطراف خود برجسته تر بوده و یا کرامات و کارهای اعجازآمیزی از او در میان مردم دیده شده باشد؟ دیر وقت است، همه خسته هستیم، بهتر است که استراحت کنیم. تو او را میشناسی؟ خیر، چون این کسی را که گفتید نمیشناسم. تو نه تنها او را میشناسی، بلکه برای او نگرانی، بیمناکی که او شناخته شود. از کجا چون این سخن میگویید؟ چهرت، عشق، سیمای انسان را مانند کتابی از نور روشن میکند. من یک رومی هستم و خدایان خود را میپرستم. از عقاید شما یک تا پرستان سر در نمیآورم. بگذارید بروم. بیا بنشین جناب پریکلس، بیا بنشین. بنشینید. دیشب خواب عجیبی دیدم. مردی بود در لباس پادشاهی. در خواب من پادشاه بر روی زمینی سرخ را می رفت. این سرخی خون بیگناهانی بود که در اطرافش کشته شده بودند. درست است که مستقیما از هرود دستور نمیگیرم، اما او را پادشاه و حکمران قانونی یهودیه میدانم. ما ایرانیانی دانشمند هستیم در سرزمینی غریب. ما را با سیاست کاری نیست، پس نگران نباشید. از این رو می توانیم با هم درباره رؤیاها و اوهام گفتگو کنیم. در این صورت مسئولیتی متوجه هیچ کدام از ما نخواهد بود. خب، چه می گویید جناب پریکلس؟ درباره خواب و اوهام می توان بحث کرد. پادشاهی که در خواب دیدم وانمود می کرد
منتظر دیدار خورشید است. اما به محض رؤیت خورشید تیر و کمان کشید تا آن را هدف قرار دهد. مأمور پادشاهان، همین است که گفتید. متاسفم. مایل نیستم وسیله ای باشم در دست پادشاهی تا خورشید را هدف قرار دهد. باید دست از جستجو برداشته و به کشورمان بازگردیم. بله، این بهتر است، هرچند راه درازی را آمدیم. تنها آرزویم دیدار او بود، اما افسوس. بهتر از همه با هم به اورشلیم بازگردیم. حیف شد، سعادت بزرگی را از دست دادیم. و به هرود بگوییم که مسیح را نیافتیم، که دروغ هم نگفتیم و همه چیز تمام خواهد شد. شما رومی ها به خدایان اولمپ اعتقاد دارید، اینطور نیست؟ من به چیزی عقیده نداشتم. من یک رومی هستم و پیرو عقاید و خدایان خود. پس چگونه است که مدیون اویم؟ خدمت بزرگی در حق مرا همسرم انجام داد. دخترم مریض بود. خیلی عجیب است، یک افسر رومی و سه ایرانی غریبه. اینها کسانی هستند که بیش از همه به این مادر و فرزند عشق می‌ورزند و در آتش دیدارشان می‌سوزند. اما قوم آنها رهایشان کرده و در بی‌خبری از آنها به سر می‌برند. این ستاره چشمان زیادی را به دنبال خیش کشانده. آیا با ناپدید شدن مریم در ارتباط است؟ دانشمندان ایرانی میگویند این ستاره ستاره مسیح است. نمیدانم چرا هراسی در دلم افتاده. مریم مطهر و مقدس من، خدایا به این کوچکترین کلیزت رحم کن. آیا همین بس نبود که ادعای پیامبری و شنیدن صدای یهوه را می‌کرد؟
دیگر چه آبروریزی مجددی به راه انداخته که پنهانش ساخته ای؟ مریم چه شده؟ مریضیش چیست؟ چرا موقع رفتن از معبد دستش را روی دلش گرفته بود؟ چرا یوسف و زکریا خانه به خانه به دنبال او میگردن؟ به ما بگو الیزابت، دل دردش از چیست؟ پس چرا هیچ خبری از او نیست؟ مریم الان کجاست؟ مریم به سفر رفته است. سفر؟ آن هم پنهانی؟ به کجا رفته است؟ کجا؟ مریم از دست شما و امثال شما خسته شده است. حال از جان ما چه میخواهی؟ چرا آزارمان میدهی؟ تو و آن شوهر دروغگویت آن دخترک جادوگر را تا کی میتوانید مخفی کنید؟ بالاخره پیدایش میکنیم و گناهی را که میخواهد پنهان کند آشکار خواهیم کرد. مقصودتان چیست؟ چه گناهی؟ اینها مقصودشان چیست؟ خدای خودت رحم کن، به این دختر تنها و مظلوم رحم کن. سلام ادریس. سلام ارمیا، خرمای تازه آورده ای؟ پیامبر دروغ بو.
کاش پیش از این مرده بودم. ای کاش همه من رو فراموش کرده بودند. ای کاش کسی نام مریم را نمی شنید و به خاطر نمی آورد. چه شده؟ خدایا شکر، خدایا شکر، خدایا شکر. الیزابت، الیزابت، چه اتفاقی افتاده زخمی؟ مسیح متولد شد، مسیح، مسیح متولد شد. مریم، مریم، هان ای مریم، مبارک باشد بر تو کلمه پروردگار. از چه روی محزونی؟ گرسنه‌ای؟ تشنه‌ای؟ به زمین زیر پایت بنگر. خداوند برای تو چشمه‌ای جاری کرده است. می‌بینی که پروردگارت تو را فراموش نکرده است مریم. حال از آن بنوش و خود را سیراب کن. مریم، هنوز محزونی؟ نخل خشکیده پشت سرت را تکان بده تا برایت خرما بیفکند. میبینی خداوند برای تو خرمای تازه رویانیده است. بخور مریم و شادمان باش. تو باید مسیح را شیر بنوشانی. بیشتر بخور، راه درازی در پیش داری. باید به اورشلیم بازگردی. اورشلیم با این بچه چگونه؟ آنان حرف مرا باور نخواهند کرد. به من تهمت می‌زنند.
اگر پروردگارم چنین خواسته باشد، من کنیز و فرمان بردار اویم. وقتی به شهر بازگشتی، با هیچ کس سخن مگوی. هر کس را دیدی به او بفهمان که به امر خدا روزه سکوت گرفته ای. فرزندت به اذن خدا همه کارها را درست خواهد کرد. بیایید بیایید عالی جنابان، خود از نزدیک ببینید. این اتفاق صبح زود رخ داده. یکی از خدمتگزاران میگفت صدای مهیبی به گوشش رسیده است. جناب افرایم، خود مراقب او باشید تا از این حادثه در جای دیگر سخن نگوید. چیز غریبی است. آن ستاره دنبالدار در آسمان و حالا چنین شکاف عظیمی در قدس. نباید در بیرون از معبد کسی از این اتفاق با خبر شود. دستور بدهید سریعا دیوار را تعمیر کنند. نمیدانم دقیقا چه شده، فقط میدانم که تمام کائنات دگرگون است. اتفاق بی سابقه‌ای تمام جهان را به لرزه در آورده. دیگر بیش از این نمیدانم. الیسابا، تو با یحیی به شهر دیگری بروید، به بیت لحم یا ناصره. یوسف، تو نیز آماده باش که به محض پیدا شدن مریم او را از اینجا دور کنیم. من آمادم. شما چطور؟ شما چه میکنید؟ من در همین حوالی هستم، در اورشلیم یا جلیله. شاید خشم مخالفین به سوی من نشانه رود و شما و مریم را از گزند آنان محفوظ بدارد. نه نه، ما هم میمانیم، تو را تنها نمیگذاریم. تو باید به فکر یحیی باشی، خداوند او را برای آینده خطیر به ما ارزانی داشته. من که عمرم به پایان رسیده و دیگر چشم داشتی به دنیا ندارم، تنها میخواهم خیالم از بابت شما آسوده باشد. برویم یوسف. خدا نگهدار. نگاه کنید آن بالا. او کیست؟ یک زن تنها با بچهش. او مریم است. آری مریم است، اما با یک بچه. او بچه‌ای در بغل دارد؟ آری الیوشه، عجله کنید، یساکار را خبر کنید، بگویید مریم به همراه بچهش به طرف شهر می آید. مردم را هم خبر کنید، عجله کنید، زود باشید. مریم، خانم استر، خانم استر، کجایید؟ زود باشید، مریم با کودکش به شهر می آید. گفتن زنان بیاید. با بچهش به شهر می آید. برو همه کاهنان را خبر کن. جناب یساکار، امروز باید کار را تمام کنیم. صدوقیان نیز آمدند.
آیا این خبر درست است؟ آری، صدوقیان با ما هستند؟ برای از میان بردن فتنه و فساد در قوم یهود همه با هم متحدیم. پس برویم. چه خبر شده؟ کسی قرار است بیاید؟ نمیدانم. صبر کنید. تحمل داشته باشید. عقب‌تر. عقب‌تر. بروید عقب‌تر. بگذارید مریم بیاید. ما خود را برای اجرای قانون الهی آماده کرده ایم. مریم! پس مریم قدیسه برگشته، اما این بار تنها نیست. آیا این فرزند توست؟ این غیر ممکن است که ازدواج نکرده. بچه کجا برده؟ پس قبول دارد که این بچه فرزند اوست. چطور؟ نه نه مریم، چرا این کار را کردی؟ همه ما به تو امید بسته بودیم. این چه ننگی است مریم؟ چشم زکریا روشن. مریم، تو کار زشت و ناپسندی مرتکب شدی. تو گناهکاری مریم، گناهکار. چه میبینم مریم؟ چگونه باور کنم؟ باور کردنش مشکل نیست جناب هیلل. مگر به شما نمیگفتم که او ظاهر فریب است؟ او همه مردم را ریاکارانه فریب داد، تظاهر به پاکی و خدمت نمود، اما اکنون چه می‌بینیم؟ او فرزندی در آغوش دارد، ثمره یک گناه را. وای بر قوم یهود. شرم بر تو باد. مریم، چه شده؟ تو کجا بودی؟ مریم، دختر عمران نبی. پدرت که مرد بدی نبود، مادرت هم که فاجره نبود مریم. این چه ننگیست که به بار آورده ای؟ باید او را بسوزانیم. این مجازات دختر کاهنان است اگر مرتکب گناه شوند. باید او را سوزان. او را بسوزانیم. آری، او را باید سوزان. گناه دار است. نه آتش، فقط آتش او را پاک می کند. مریم، حرف بزن، از خودت دفاع کن. حرف بزند؟ نمیبینید که چه به موقع روزه یه سکوت گرفته؟ البته هر کسی به جای او بود چون این کاری را میکرد. چیزی بگو. چیزی ساکت باش زکریا.
اینها با او چه می کنند؟ اگر نگذاشته بودیم با جادوهایش مردم را به فریبت، اینک کار به این آبرو ریزی و فضاحت نمی کشید. خدا رویت را سیاه کند، خدا روی همه تان را سیاه کند که این چنین بدون علم تهمت می زنید، آن هم به پاکترین زن روی زمین. خدا تو را رو سیاه گرداند که چنین رسوایی در بنی اسرائیل و معبد مقدس به راه انداختی. چرا چیزی نمیگویید جناب هیلل؟ شما هم در این رسوایی شریک هستید؟ آیا اینطور نیست؟ آری آری، مریم و زکریا را باید بدون هیچ ترحمی مجازات نمود. هرود سخت بیمار است، اگر مریم از این قائل نجات یافت او را از شهر دور کنید. نگهبانان همه جا مراقبند. باید او را بسوزانید. بگو روزت را بشکن. به امر چه کسی روزه گرفته ای که نمیتوانی برای نجات خیش سخن بگویی؟ تو فکر میکنی روزت قبول است؟ بگو این ننگ چیست؟ یعنی چه؟ به چه اشاره میکنی؟ از او بپرسی؟ ما را به مسخره گرفته ای؟ این چه بازی جدیدی است؟ از ما میخواهد با این بچه سخن بگوی. مریم، تو ما را دیوانه فرض کرده ای؟ گناه عقل از او زائل کرده. چگونه با بچه ای که در قنداق است سخن بگویی؟ میبینید کارمان به کجا کشیده است؟ از ما میخواهد با نوزادش هم سخن شد. پس معطل چه هستی؟ جلو بیایید و با این طفل گفتگو کنید. جناب هیله، جناب صدقیا، جناب یربه، جناب نتان، کاهنان بزرگ، عقلای شهر، خردمندان یهود، چرا این خواسته را اجابت نمی کنید؟ به راستی که این کار جرأت بسیار می طلبد. پس بگذارید من خود پیش قدم می شوم. آری، من از طرف همه شما که در اینجا حضور دارید و شاهد هستید با او سخن میگویم. بچه جان، تو کیستی؟ خودت را برای این جمع معرفی کن تا همه بدانند. و آنگاه طفل در آغوش مادر لب به سخن گشود و گفت: من عیسی مسیح بنده خدا هستم. خداوند به من کتاب آموخته و مرا نبوت داده است و هر جا که باشم برکت خدا همراه من است. او مرا به نماز و زکات امر کرده است تا هر وقت که زنده باشم، و من مأمورم که با مادر پاکم مهربانی کنم. و جبار و تیر بخت نباشم. سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که از دنیا خواهم رفت و روزی که دوباره مبعوث خواهم شد.
و بدین سان ما مریم و فرزندش را معجزه و آیتی برای مردم جهان قرار داد.